آقای عبدالله پس از مراسم سوگند اسدالله سعادتی و عنایت الله بابر فرهمند را در کاخ نخست وزیری همچون معاونانش معرفی کرد. اسدالله سعادتی اکنون میگوید که عبدالله سرگرم کار برای معرفی والیان و ایجاد کابینه اش است. معرفی کابینه یک کاری کلان است و یک فکری بیشتر میخواهد که هم یک کابینه همه شمول باشه، ما رو هم شعار داده شد، و هم یک کابینه کارا و متخصص و شایسته سالار باشه. همزمان با نگرانی ها از رفتن کشور به یک بحران احتمالی، اسدالله سعادتی تاکید دارد که آماده یک گفتگوی متفاوت با دسته اشرف غنی اند. گفتگو را هیچ وقتی هیچ کسی در سیاست رد نمیکنه. برای حل یک بحران، برای چیزی که یک مشکلی که وجود داره واقع بین باشیم، یک مشکل وجود داره، فعلا وضعیت نرمال نیست، ولی این گفتگو بسیار فعلا متفاوت است نسبت به آنچه قبل از تحلیف. اما ارگ در این باره دیدگاه دیگری دارد. رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان پیوسته تاکید کرده که چتر نظام وسیع است، تجرید وجود نخواهد داشت، همه زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان برای افغانستان کار خواهیم کرد. امریکا و بریتانیا با ابراز نگرانی از ایجاد یک حکومت موازی در افغانستان میگویند که برای پایان دادن به جنگ تمامی طرفها باید با هم متحد شوند و اختلافهایشان را حل بسازند. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته است که اوضاع نگران کننده کنونی برخواسته از سیاست های تفرقه افغانانه یا ایالات متحده در برابر مردم افغانستان است. خالی از مشکلات نیست، ولی سعی میکنیم که اقداماتی که باید به تطبیق گرفته شود جلوی هر نوع پیش آمده های ناخوشاینده سعی میکنیم که بتانیم بگیریم. پیش از این وزیر خارجه امریکا بر اتحاد سیاستگران کشور تاکید کرده است، اما از ایجاد حکومت موازی نگران است. وزیر خارجه امریکا تاکید کرده است که مخالف کاربرد نیرو برای حل اختلاف ها است.